این برنامه‌ای که ما برگزار کردیم به نام اینکردیبل آیوتی بود که شامل 3 روز بود کمپ بود در 2 مکتب غازی و سوریا که ما در این 2 مکتب رفتیم و مدت 3 روز همراه شاگردان سر 3 پروژکت که مربوط به آیوتی میشد کار کردیم. 3 پروژکت ما ترافیک لایت بود، هوم لایت اتوماسیون بود و موشن دتکتر بود. همراه شاگردان غازی جدا کار کردیم در مکتبشان و همراه شاگردان سوریا جدا. در هر مکتب ما در حدود 20 نفر کور کردیم که جمعا 40 شاگرد مکتب میشد. بعد از او روز آخر همین پروگرام ما در پانتون کابل بود که ما یک فاینل ایونت داشتیم. در اونجا ما همه شاگرده که در بودکم اشتراک کرده بودن تمام اینا حضور داشتن، استادایشان حضور داشتن. در اونجا ما یک پانل دسکشن داشتیم که در اونجا سر تاثیرات اجتماعی که آیوتی در جامعه می داشته باشه بعد صورت گرفتی که چطور میتونیم در افغانستان ما یک فرست استپ یا قدم اول در آیوتی بگذاریم که او پیشنهاد که اونجا صورت گرفتی بود که در کریکولم پانتونوی درسی ات و همچنین قدم دوم پروگرام ما که می باشه این پیشنهاد اونجا صورت گرفت که یک آیوتی لب ساخته شود که بعد از اون بتانند که شاگرده که در این جریان بود که در این پروگرام چیزهای را یاد گرفتن اینا بتانند امو استپ بعدی شد امو آیوتی لب تکمیل کنند و اونجا بالای پروژه بیشتر کار کرده بتانند. آیساک یا جامعه اینترنتی گروپی از افراد هستند که به خاطر بهتر استفاده کردن و بهتر بودن اینترنت کار میکنن به سطح جهان و خوشبختانه افغانستان هم عضو از این جامعه است و تحت تایتل اینترنت سوسایتی افغانستان یا جامعه اینترنتی افغانستان میباشه که ما هم عضو اجتماعی جامعه اینترنتی افغانستان هستیم و به شکل رضاکارانه برای بهبود اینترنت در افغانستان کار میکنیم که از جمله پروژه آیوتی هم جزی از فعالیت های اجتماعی ما بود که ما میخواستیم یک فهم عمومی در مورد اینترنت آف تینگز یا آیوتی به مردم برسانیم. آیساک سالانه یک کمپیتیشنی به نام چپترتون داره که در او چپترتون کشورهایی که عضویت جامعه اینترنتی را دارن اشتراک میکنن و یک چلنج میباشه و به خاطر از او چلنج همه یک سلوشن پیشنهاد میکنن رای حل و امیر رای حلشان بعد از اینکه قبول شد و میتونه سر از او کار کنن که ما امسال برای اولین بار افغانستان توانست که در چپترتون اشتراک کنه و برنامه تحت نام اینکردیبل آیوتی را راه اندازی کنه. امسال در چپترتون 43 کشور اشتراک کرده و افغانستان هم شامل از 43 کشور میشه. بعد از اینکه برنامه موفقانه به سر انجام شد یک ویدیو ساخته میشه و این ویدیو میره برای دهی بین 121 کشور جهان که باز مطابق ووتینگ از این 121 کشور جهان هر کشوری که رای بیشتر بگیره مقام اول میگیره. اینترنت اشیا یک چیز نو در تمام کشورها است، مخصوصا کشورهایی که رو به انکشاف هستند یا کشورهای جهان سوم هستند و خود تاریخچه آیوتی بیشتر از 10 یا 15 سال نمیشه و در افغانستان این برنامه اولین گام بود که به خاطر آیوتی گذاشته شد، هم در سطح اکادمیک و سطح پانتونا و مکتبا و هم در سطح ایونت های مختلف دیگه که از قبل در افغانستان جریان داشتن. این ایونت اولین گام بود که به خاطر آیوتی گرفته شد. تجربه که ما داشتیم بعد از این پروگرام که از شاگردان ما یک تست گرفتیم که ببینیم که چقدر اونا امو تحلیل که داشتن یا امو آگاهی که از آیوتی داشتن چقدر تغییر کرده و ای که چقدر از این پروگرام راضی بودن بر ما بسیار رضایت بخش بود، بسیار خوش بودن و خواستار از این بودن که وسایل که همراهش کار کردن بازم به دستشون قرار بگیره زیادتر در او کار کنن و همچنان ما کتابی که ساخته بودیم که به زبان فارسی و پشتو بود که او را ما برشان توضیح کردیم، او برشان به شکل بسیار ساده و بسیار عام‌فهم برشان آیوتی را توضیح میکرد و برشان بسیار جالب تمام شده بود، مخصوصا که اونا فرصت ازی را یافته بودند که برن در پانتون کابل و همراه استادا ببینن، همراه محصلین کامپیوتر ساینس ببینن و یک طور که داشتن در خود پانتون کابل در لابراتوار پانزه کامپیوتر ساینس برشان بسیار زیاد جالب بود و تعداد زیادشان علاقه را نشان دادن که ما میخواییم کامپیوتر ساینس انتخاب کنیم و در این رشته زیادتر درس بخوانیم.
سفر اینکریدیبل آی او تی بسیار سفر دشواری بود. در جریان 3 ماهی که ما به خاطر از این برنامه کار کردیم، با ادارات دولتی با مشکلات برخوردیم، به هر جای مکتوب می بردیم، اما ما اراده خود از دست ندادیم و به خاطرش کار کردیم و بالاخره موفقانه تا این حد رساندیمش. خوشبختانه که از کارهایی که ما در جریان کردیم یک کتاب آماده ساختیم به زبان دری و پشتو که در مورد اینترنت اشیا میتونه به شاگردها بسیار به مفاهیم عام مفهوم اینترنت اشیا را برشان برسانه. در صورت امکان تصمیم داریم که در ولایت‌های به ولایت‌ها بریم و همچنین برنامه‌های آگاهی را در مورد اینترنت اشیا در مکاتب مختلف در سطح ولایت هم دایر کنیم. نظارت که ما کردیم و جنبندی که ما کردیم شاگردها بسیار برشان یک تجربه بسیار خوب بود و میخواستن که بیشتر باشه و این که در پروسه های بعدی هم این آسان داشته باشه.